بیکران حمید رضا نیکان ایشون چیکاره از مسئول تجارت ایران و بغداده چیزای خیلی مهمی گفته مت قبل از اون درود میفرستم بهتون که برنامه ما رو دنبال میکنید دستت گستاده پخش میکنید کامنت گذاری برامون میکنید پیام خوب بهمون میدید مطالبی که در هفته چیزایی که مهمه از طریق تلگرام شخصی من امیدانا 84 برام ارسال میکنید من تلگرام بگم یه نکته بگم تلگرام شخصی منو فقط خودم میخونم یعنی اونجا ادمین اینا نیست همه چیزو خودم همه پیامارم هم بدون استثنا میخونم اما حمید رضا نیکان حمید رزا نیکان که رئیس مرکز تجارت ایران برق داره گروه بابای اپوزیسیون و و تو و بی بی سی و اینا شما از زبان این آدم بشنوید وقتی که ما میگیم در جمهوری اسلامی به خاطر فقط وحشیگری اسلام اینا تونستن دستاوردی که به ما بدن بنیه دفاعی و نظامیه در جاهای دیگه مال اقتصاد مثل خمینی گوگا اقتصاد مال خرس دیگه این بحث بغداده ببینید دوستان ما به زودی بازار بقداد رو از دست خواهیم داد این دیگه صحبت های حمیدرضا نیکانه و ایشونو گذاشتن اونجا مرکز تجارتی و خودش هم هیچ حزب اللهیه خودش حزب ببین آقای حزب چی میگه الان تو خود عراق شکل الان تو خود عراق شکل ترکیه به شدت دارن کارخونه میزنن حالا دوستان که تو عراق میدونن خب ترکیه به شدت داره در عراق کارخانه میزنه ما یه دونه کالا رو زده بودیم اونجا که اونم عوامل عربستان اومدن آتیش زدن کجای عراق هست چه اتفاقاتی داره میفته چه کاری داریم جلو میده. یا حتی خود عربستان اومده یه سری بحث های سرمایه‌گذاری داره تو عراق انجام میده عرب عربستانی دارن کار انجام میدن اونجا ما راهی جز تولید در عراق نداریم اینو تا حتی گاز که در عراق تولید میشه همین دیگه یعنی ما راهی جز تولید در عراق نداریم اگر غیر این مسیر شما طی بکنید به شکست خواهید خورد در بلند مدت که نه در کوتاه مدت میگه ما هیچ راهی نداره بریم اونجا آقا تولید کنی کارخونه ترکیه داره میاد عربستان داره میاد کل بازار عراق و داره ترکیه و عربستان خیلی جالبه ما اونجا کشته دادیم قاسم سلیمانی ما اونجا خونش ریخته شده ولی ترکیه و عربستان دارن حالش میان یه سوال دارم آیا شما فکر میکنید الان مقصر مثلا دولت مردان عراقن نه بیورزگری خودمونه برای که ما فقط نظام حالا ما وقتی با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم تو این حوزه میگه نه ببینید اون بخش نظامی همین چیزو میگفتن ما یه مدت خب گفتیم به که بعد دیدیم نه اینجوری نیست چون این بخش عقب افتاده مذهبی و حامی های خامنه عادت داره فقط تو بخش نظامی اینا میتونن کاری کنن عادت داره بخش دیگر رو بگه که نه آقا کار لیبرال ها بوده و دست ما نبوده دست اونا بوده خب شما بیا دست شما باشه همه چی میشه می روزن. شما سر همین حجاب پدر سوخته ها مگه سالها نمی گفتن آقا این بحث دهه 60 که برخورد بد میشد با بی حجابا کار اکبر گنجی بوده که پونز میزده اکبر پونزه هنر پیشاره کی ممنوع کرده مخمل باف کرده مگه اینا رو همون هارون لقمه رایفی پور تو پاچه همه نمی کرد مگه آقا فردین و اینا اومدن فیلم برزخیا رو درست کردن مخمل باف اینجوری کردن آقا درست میگی درود به شرفه اینا که ببخشید الان دو سه ده هست که کاری نیستن تو ایران الان شما کاره اید شما جلو چشم ما توی هوادار خامنه ای چشم دختر مردم رو در آوردی این کار اصلاح طلب نبود کار تو بود کار نفوذی نبود کار تو بود تو الان داری خون مردم ما رو شیش تو شیشه میکنی کار اصلاح طلبه نه 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 کار نفوزیه؟ نه کار توه آخه علنیام ها قبول میکنی دیگه نمیتونی بگی کار دشمنه کار توه شما... اینکه الان شهرداری تو اومده تصویری منتشر کرده توهین کرده به بچه‌ای که آقا اول چششونو کور میکنم بعد شهرداری آقای زاکانی میاد آقا زاکانی که دیگه مال تو اینم نفوذیه چیز میزنه بنر میزنه که یه پینیکیو گذاشته بقیه اونایی که چششون مثلا یه دونه کور شده بعد میگه که در دروغگویان خیلی نهفته نیست پفیوز چش بچه های مردم رو کور کردی بعد بنر میزنی مسخرهشون میکنی شما چقدر حیوانید شما حیوانات اگر اعتقادم دارید به اون حسین شرخر بیناموس که مادرشون فاحشه فاطمه بود حداقل آزاده باشید یه مقدار آزاده باشید چشم دختر مردم رو در آوردی بعد بنر میزنی کسافتهای آشغال نمیگید که اون دخترها اون پسرهای جوون چششون از حدق در آوردن دارن زجر میکشن بعد بنر تو رو میبینن چه حاله میشن شما چرا اینقدر شما شیعیان کسیفی داخه اینو به من بگیر من بدونم من قول میدم تا پنج سال دیگه ما خیلی از صنایعمون به سمت عراق صادرات نخواهد شد همینطور که آیه دکتر میگن پارسال یعنی سال 1401 3000 قلم بوده سال 1400, سال. هزار موده. سال 1400 سال میشه 2000 قلم یعنی 1000 قلم و یک سوم اون بازاری که ما در عراق داشتیم از دست می... یا تمام بازارمون هم داریم تو عراق از دست میدیم فقط هر چی میشه عراق دست ماست بله دست ماست تو حوزه نظامی هیچ جای دنیا در حوزه اقتصادی دست ما. حوزه... شما فقط همین یعنی تمامه ببین همین الان برای ما چجوری کل کل میکنم یا چی شد براندازی نکنی احمق هیچکی قبولت نداره اینکه تو فقط زورت میرسه به صورت فیزیکی بکشی که آخه همه چی رو تو این میبینی عراق رو گرفتی سوریه رو گرفتی لبنان رو گرفتی چجوری جوری فقط نظامی ولی پولش داره میره تو جیب عربستان و ترکیه نمیفهمی همینجوری هم با مردم برخورد میکنی همه مردم دارن توفت تو صورتتون میکنن بعد میگی ولی ما برانداز نشدیم بله چون جنایتکاری دوز سرگرد جبار سینگ بازی هستی چرا فقط همه چیزشون با اینا اینا مغزشون تمام ایدئولوژیشون فقط تو بازو و کشتن و جنایته هیچ چی دیگه فقط علاقه به این نگاه میکنه ولی ما هشت شبیه داریم قدرت نظامی داریم خب قدرت نظامی تو بذار در کوزه آبشو بخور قدرت نظامی گام اوله خیلی هم مهمه اگر قدرت نظامی نباشه کل داستان افغانستان هم بری درست کنی اون همه آزادی بدی رو حبابه روی آب درست کردی خونه تو خیلی راحت فرو می پاشه که در افغانستان پوشید ولی اگر تو زیر رو درست کرده باشی آماده باشی زیرساخت قویه ولی خونه نسازی همونه دیگه بله زیر ساختت قویه قدرت نظامی داری ولی بقیه چیزا چیه این کلمه آتش به اختیار و اینجا خیلی جواب میده اصلا قدرت نظامی زیر ساختش بابت چیه؟ چون قدرت بیاره دیگه آقا من الان بهترین دوربین فیلم برداری دارم تو خونه داشتم یعنی یه دونه گرفته بودم سونی یادتونه افتان بهترین دوربین آقا به کار من نیمد برای اجرای زنده خانمم فروختش گذاشت توی آگهی گذاشت تو فیسبوک فروخته شد آقا من بهترین دوربین رو دارم ولی وقتی که ازش استفاده نمیکنم الان مثلا اون بهترین دوربین سونی که من داشتم میخوام چیکار کنم میکنم تو پاچم آقا تو قدرت نظامی که داری تولید نمیکنه در بحث اقتصادی میخوای چیکارش کنی دیگه تو قدرت نظامی داری که اثر بخشی بذاره تو اقتصاد نه که تو همه حوزه اقتصادی هم شکست بخوری پس قدرت نظامی شما هم اینجا دیگه حتی ناکارآمد میشه شما تو منطقه بله حضور داری ولی حضور فقط نظامی یعنی کشورها تو منطقه ما رو دارن به چشم مزدور نظامی نگاه میکنن هر جا مشکل میخورن مثل بشار اسد اینا آقا بیا کمکمون کن اون اون مقصر نیست اون کار درستی داره میکنه میگه بیا کمک هم کن تو اقتصادی میگه آقای جمهوری اسلامی دمت کم بیا با هم همکاری کنیم ولی تو عمل تو سفری هی وعده هی وعید میدی به بشار اسد بشار اسد میگه آقا آقای جمهوری اسلامی با وعده وعید که شکم مردم من نمیشه که بعد عربستان اونجا وایستاده میگه آقا من وعده وعید نمیدم پولم آماده است مثل این فیلم چه بود بردنه لیلا اسماعیل جورابلو پول رو نداشت بده دیدی او یکی آماده بود پول رو بده <تصفح> عربستان هم اونجا وایستاده پول نداره جمهوری اسلامی من دارم اما و من الان آمادم ام. توزه اقتصادی نمیتونه سرمایه گذاری کنه من آمادم ام. این خودش والا لنگ سرمایه گذاری چین چین درش مالیده چه برسه اینکه حالا مثلا بشار اسد داره نگاه میکنه میگه آقا جمهوری اسلامی خودش لنگ سرمایه گذاری چینه من داشتم لنگ جمهوری اسلامی مردم رو چیکار کنم الان هم بفرما علاقه داریم از دست میدیم این منتظر شما من قول میدم تا پنج سال دیگه ما خیلی از صنایمون به سمت عراق صادرات نخواهد شد همینطور که آقای دکتر میگن پار سال یعنی سال سه هزار قلم بوده سال 1400 سال میشه دو هزار قلم یعنی هزار قلم یک سوم اون بازاری که ما در عراق داشتیم از دست میدیم این کلمه آتش به اختیار بنظرم اینجا خیلی جواب میده یعنی منتظر حالا من یه توضیح در خدا قراری که با دوستان ایزرو داریم ارائه خواهم داد ولی منتظر سیستم های نمیدونم حمایتی و بودجه و نمیدونم اینها نشین خواهش میکنم آتش به اختیار بدین جلو خب این چرا حرفش ایراد داره میگه آقا ما داریم بازار عراق از دست میدیم از سه هزار قلم شدیم داریم میشیم 2000 تا تا سال دیگه اینا هزار یک سوم از دست داریم راه حلش هم میگه امید به دولتش آتش به اختیار عمل کنی مملکت ها همش نمیشه آتش به اختیار هیئتی اداره کرد بعد بر اساس حاکمیت قانون اداره کرد بر اساس ضوابط قانون سیستم اصلا این سیستم شیعه سیستم محور نیست کل اینجا اصلا مشکل ما با شما شیعیان تروریست حامی حسین شرخر خاک بر سر باز همینه میگیم آقا حاکمیت قانون را بنداز بر اساس سیستم و ضوابط برو جلو باز داره میگه میگه آتش به اختیار برید سرمایه گذاری کنید تو عراق چرا؟ چرا آتش به اختیار بعد یه تاجر ولنشه بره سرمایه گذاری کنه تو عراق؟ پس تو به عنوان حکومت داری چه غلطی میکنی؟ میگه امیدی به مثلا چیز نداشته باشید امیدی به دولت نداشته باشید این نیاز به این قدم داری. خودتون کار مطالعاتی انجام میدید خودتون به منتظر نشید یکی بسیتون مطالعه بازار انجام میدید منتظر نشید یکی بیاد دم انبار از شما بخره ببره اون باعث زمین خوردن شما میشه منتظر نشید یکی بیاد بگه من اینجا بهتون پول نقد بهتون میدم میونم تو عراق میفوشم اون شخص باعث زمین خوردن شماست اون به نفع شما نیست ایران بازار صادرات ایران زمانی شکست خورد که عراقی ها اومدن ایران مستقیم از داخل ایران خرید کردن زمانی شکست خورد که افغانی ها اومدن از ایران مستقیم خرید کردن و دوستان ایرانی فکر کردن چون اونها یه کارت ایرانی دارن همونجا پوز میکشن نقد میخرن میان دارن صادرات انجام میدن خواهش میکنم صادرات یعنی حضور در بازار هدف یعنی باید خودتون در بازار هدف حضور داشته باشید به امید هیچکس هم نشینید اگر امروز من امین رضا نیکام اومدم گفتم تو شما بازار یاوی میکنم فدا میکنم بیسان میکنم با کمک شما رفتم یک بازار در عراق ایجاد کردم فردا من نیست من امین رضا نیکام با شما ادامه فعالیت بدم چرا چون میگم یکی از اون طرف از اون پیدا میکنم یکی سود بیشتری بهم میده یه می چیز میکنم میگم خودتون باید برید تو بازار این دوستان اینو من آجزانه تقاضا میکنم اصلا دنبال این نباشین که یکی دیگر برای شما بازار ایجاد بکنه خب ببین خیلی حرفای سنگینه دیگه یعنی همه حرفش اینه که آقا جا منتظر رئیسی نباشید منتظر دولت نباشید منتظر حکومت نباشید که براتون یک مکانیزم درستی رو برای شما تاجران در کشور عراق و همسایه‌مون داشته باشه به صورت آتش به اختیار و هیتی من این بچه شیعیان چرا هیئتی هیئتی دوست دارن دقیقا تو آشورا هیئتی سر حسین نشونو بردن هیئتی به زینب تجاوز کردن هیئتی به سجاد تجاوز کردن از اون موقع اینا هییتی بودن و دوست دارن عزیزم کشورداری هیئتی نمیشه کشور داری نگر میداری پوفیوز یه خانواده سه نفره رو ما داریم الان میچرخونیم هییتی نمیچرخونیم خانواده سن رو برنامه ریزی من و هم داریم زندگی رو میچرخونیم کی بعد نهار بزنیم شام بزنیم کجا بریم چیکار بکنیم هی میشینیم برنامه ریزی یه زندگی سه نفره رو نمیشه هیتی چرخون چه برسه به یه مملکت 85 میلیونی از این بنده خدا رو من نمیخوام به چیز بگم با ایشون کاری ندارم با کل حکومت دارم صحبت میکنم ایشون دمشق اومده افشام میکنه ارو دلسوزی داره یه چی ولی آقا تا زمانی که ما آتش به اختیار و هیئتی بخوایم کار کنیم همینه مشکل کجاست اصل ریشه باورهای اسلامی است که دیگه تو همه برنامه گفتم بازش نکنم قربونتون برم همتون رو به اهورامزه ایران میسپارم پاینده ایران بدرود